عزیزان من سلام، روزتون بخیر. امروز فکر کردم یه غذای محلی درست کنم، غذایی که فکر میکنم خیلی از شما دوست دارید. چون غذای گیلکیه، غذایی که وقتی شمال کشور میرید واسه سفر معمولا غذاهای محلی رو یا خودتون درست میکنید یا معمولا میرید رستوران و توی رستوران استفاده میکنید. من راست شو بخواهی این سبزی رو خب اینجا نداشتم. یه بار که رفتم شما اخیراً البته یه مقداری سبزی شمالی گرفتم که مربوط به این غذاه. کاری هم نداره، شما هم میتونید خیلی راحت تهیه کنید، چون شامل گیشنیز، جعفری و تره میشه، یعنی غذای ساده. یه کمی هم نعنا نیاز داره این غذا. پس گیشنیز، نعنا، جعفری و تره، غذاییه که سبزیه که واسه این غذا استفاده میشه. غذامون چیه؟ مرغ ترش، که فکر میکنم خیلی از شما دوست داشته باشین. خب چه چیزایی نیاز داریم برای مرغ ترش؟ چند تیکه قسمت رون مرغ رو بیشتر میتونید استفاده بکنید، یه مقداری از همین سبزی بعد استفاده کنید و پیاز و چند حبه سیر. حالا من دو تا حبه استفاده کردم، شما میتونید 4 تا حبه استفاده کنید، 3 تا استفاده کنید، هر چقدر که دوست دارید. به هر حال جزء جدای ناپذیر غذای شمالی ما همیشه سیره. خب من پیازو خرد میکنم. یه چیزیه که یادم رفت بهتون بگم، لپس من الان گذاشتم که بپزه لپه، ولی مقدارش زیاد نباشه. مقدارش مثلا حدود 200 گرم، 150 گرم، یه استکان اینجوری. یعنی خیلی نباید پر لپه باشه، چون نمیخوام قیمه درست کنیم، میخوایم براتون مرغ ترش درست کنیم. این کارو بکنید، درست کنید، جزء تنوع غذایتون محسوب میشه و بسیار هم لذیذه. کل غذاهای شمالی خیلی خوشمزه است، خیلی فکر کنم قریب به اتفاقمون این غذاها رو دوست داریم. البته جاهای مختلف، ولی چون هممون بیشتر تا تعطیلات میخوره همه میدونن طرف شمال، میدونم که اون غذاها رو بیشتر خوردی تا مثلا غذاهای جنوب که حتما درست خواهم کرد و جاهای مختلف دیگه کشورمون رو، چون هر کدوم واقعا طعم خاص خودشونو دارن و مخصوص همون منطقه است که ممکنه ما کمتر توی تهران ازش استفاده بکنیم. یه تشکر ویژه دارم از کسانی که از کشورهای سوئد یا اسپانیا یا جاهای دیگه محبت میکنن، منو دنبال میکنن توی این صفحه و آشپزیای منو میبینن. خیلی خوشحالم که ما رو دنبال میکنید، ممنونم ازتون و امیدوارم که همیشه بتونم رضایتتون رو جلب کنم. خب پس من سبزی رو خرد میکنم، پیازو خوش میکنم که چیکار کنیم برای تفت دادن، تفتش بدیم. پس پیازو لطفا نگینی خرد کنید، خیلی نباید دراز باشه، چون سبزی ما داریم و سبزیمون به هر حال خرد شده است. حتما سعی کنید از پیاز ریزتر استفاده کنید. حالا هر چقدر میتونید خرد بکنید، نتونستید کمی ساتوریش هم میتونید بکنید، ولی در حد نگینی کافیه. پیاز که طلایی شد میتونیم کمی همون سیرامونو خرد بکنیم یا اگه دوست داشتین رنده کنید در کنار پیاز تفتش بدید. لپمونو که پختیم، اون لپرم لطفاً یه تفت تو همون پیاز بدید، خیلی نه، خیلی هم سفت نشه، فقط میخواییم له نشه دیگه، تفت میدیم که له نشه. یه بوی خاصی هم داره لپه، اونم از بین میره، البته که سیر به همه اینا کمک میکنه. از این چاقو استفاده میکنم برای اینکه خیلی چاقوی تیزیه و خیلی کارمو راحت میکنه. اگر میبینید چاقوی بزرگ استفاده نمیکنم،
به خاطر اینکه این چاقوهای ریز خیلی خوش دسته و من خیلی باش راحتم. ما معمولا سعی میکنیم برای برش های خیلی جدی تو خونمون از این چاقو استفاده کنیم چون واقعا خوبه. خب طبق معمول اشک من داره در میاد با این پیاز، ولی خب ارزشش رو داره. خب من رو خورد میکنم و میریزم توی مایتابه و میذارم روی شعله تا سرخ بشه. هیچ کار خیلی سختی نیست. شما از یک پیاز درشت یا دو تا پیاز متوسط میتونید استفاده کنید. بقیه برنامه رو دنبال کنید. این پیاز که روی شعله گذاشتیم، کمی روغن توش میریزم برای که بتونید راحت تفتش بدیم. میذاریم تا کمی آماده بشه. لپس که من گذاشتم برای اینکه بپزه ببینید، مقدارش خیلی کمه، مقدار زیادی نیست. و برنجی که خیسش کردم و آماده پخته. یک کمی از مراحل تفت پیاز و خورشمون که در حال کار هستیم انجام شد، اون وقت پلو رو آماده میکنم برای پختن. فعلا با آب و نمک خیسش کردم، ولی با همین میپازمش چون میخوام کتلی درست کنم، نمیخوام آب کشش کنم. برای همین مثل همیشه یادتون باشه یک بند انگشت نه بیشتر آب روی سطح پلو رو میگیره و با همون آب میپزمش. خب ما این دو حبه سیر رو داریم، اینا رو هم خرد میکنیم. خیلی میتونه ریز باشه، بستگی به سلیقه شما داره، میتونین رنده بکنین. هر چقدر دوست داشتین میتونین خردش کنین. همین راحتی. اینم سیر ماست که میخوام تفتش بدم تا خوش عطر و خوشمزه تر بشه. پیازمون که داره تفت میخوره و سیری که توش ریختم، حالا لپه رو میزنم. من تفتش میدم. ببینید فقط کمه، نکنی زیاد نیست، واقعا نباید خیلی زیاد بشه. و بعدش میخوام سبزی رو توش بریزم، سبزی مرغ ترش. حالا سبزی مرغ ترش رو میریزم. ببینید این سبزی قبلا تفت داده شده است، برای همین اینطوری میتونید همزمان با این تفتی هم با پیاز و اینا بدید، و الا از قبل باید حتما سرخش کنید و بعد بریزید توی پیاز. ولی این چون قبلا تفت داده شده خیلی نیاز نداره. اینم از سبزی ماست که ببینید هر از مشکلی نیست که شما وقتی همه چی رو با هم دیگه میریزید خیلی راحت تره دیگه کارتون، تا هی جدا 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 بخواییم بپزیم. ولی اگر آماده نبود حتما، یعنی سرخ شده نبود سبزیتون، حتما قبلا سرخش کنید تا بعد درست بکنید. یعنی بعدم به زیبش توی پیاز که تفتی هم بخوره. من الان این که تفت داده شد مرغشم بهش اضافه میکنم تا همه با هم دیگه به خورده هم بره آبش و آماده بشه. ولی فعلا در همین حد اینو خوب تفت میدیم که حسابی سرخ باید بشه. و دیگه هم متاسفانه وقتی این یکم ویتامینش از دست میده، ولی خب خیلی لذیذتر میشه. ببینید خیلی خوب تفت داده شده. حالا من میخوام کمی بهش زردچوبه و نمک اضافه کنم.
همش میزنم که این بوی خامی از زردچوبه بیرون بره. پس زردچوبه و نمک هم ما به خورشمون اضافه میکنیم. اونم بستگی به سلیقه خودتون داری که چقدر زردچوبه بریزید. برای این غذا من خیلی نمیریزم، خیلی طعم زردچوبه‌اش عیان نشه. بعد از اینکه این خوبی سرخ و تفت داده شد، مرغ رو یکم کنارش میذارم که تفت بخوره. خب اینم از مرغمون. کمی که مرغمون رو همینجا تفتش دادیم، بعد شروع میکنیم به آب ریختن که خدمتون حتما نشون میدم. سبزی ها که آماده است، مرغو گذاشته بودم که این مرغا هم تفت داده شدن، دیگه الان وقتشه که ما آب رو بریزیم. ببینیم آب رو بریزیم و شروع کنیم به پختن خورش. خورش دیگه همه چیش آماده است، فقط رو به انار میخواد که بعدا میریزیم. بعضی ها هم شنیدم که لیمو عمانی میریزن، از لیمو عمانی هم میشه استفاده کرد، این قرمه سبزی یا اون یا ربع انار، یکی از این دوتا. الان وقتشه که آب رو من بریزم. سعی کنیم زیاد آب نریزیم، به خاطر اینکه قرار نیستش که مرغ خیلی غذای آبداری باشه. یه خورش خیلی سفت و خوب جا افتاده ازش میخوایم. پس آب در همین حد که روشو بگیره کافیه برای پختن. حالا من دیگه اینا رو مخلوط میکنم که همه چی به خورده هم دیگه بره. درشو میذارم که آروم آروم بپزه. از این طرفم ما برنجو داریم که اونم میذارم برای پختن. فکر میکنم تقریبا همزمان آماده بشه. یه چیزی بوده همین نیم ساعت این طول میکشه، نیم ساعت هم این دیگه، همزمان با هم میشه آمادهشون کرد. خب به مرحله ریختن ربع انار رسیدیم. ربع انار رو میزنیم. من ربع انار توش دارم میزنم توش. ببینید یه قاشق پر و حالا نرم میشه کم کم. ربع انار خیلی خوبیه برای همین سفت و خیلی شل نیست. میذارم بازم با سبزی بجوشه که به خورده همه بره و جا بیفته. درشو میذارم. دوستان عزیزم تقریبا غذامون آماده است. میده چقدر خوب شده، هست گرفتش مشخصه. یه کمی گردو من میریزم توش. این غذا میتونید گردو بریزید، میتونید نریزید، یعنی خیلی واجب نیست. در حد 3-4 تا گردو رو میتونید اون بکنید و توی این غذا بریزید. خیلی هم نمیخواد چون فسنجون که نمیخواد درست کنید. یه مقداری گردو توش بریزید، بعد نمیشه خوشمزه تر میشه. و بعضی از شمالی های عزیزمون توش تخم مرغ هم میندازن، یعنی یه دونه تخم مرغ رو هم میزنن توی این. خب غذا رو این مقدار جا افتاده تر میکنه، ولی نیازی نیست واقعا، حتمی نیست، یعنی مشکلی نداره اگه نریزی. خب دوستان نازنین غذامون آماده شد، خورش و خورش مرغ ترش و پلو. پلو رو برمیگردونم، البته اگه برگرده سعی خودم میکنم برگرده. آره مثل که برگشت. خب این از پلومون، این از پلومون. بذاریم بیارم نزدیک ببینیم. امروز یه پلو بدون تعدیق درست کردم.
تقریبا میشه گفت تعدیدی نداره. خب اینم از خورشمون که بکشم و بیارم نزدیک شما ببینید که چه خورش جا افتاد و خوبی شده. سعی کنید این خورش رو خیلی آبدار و اینا درست نکنید، نه باید خیلی آب داشته باشه. یه چیزی که من موقعی که خواستیم درست بکنیم، حالا نگفتم الان خدمتتون میگم، ولی موقع فیلم گرفتن بهتون گفتم، اینه که این غذا اگر توش کمی گردو بریزید خیلی خوب میشه. گردو رو بهش اضافه کنید، خورد کنید گردو رو. اینم از خورشمون، گردو رو بهش اضافه کنید خیلی خوب میشه، خوب خوشمزه تر میشه. اما دلیل نمیشه که حتما اگه گردو نداشتین غذا رو درست نکنید. گردو هم نبود مشکلی نیست، لپه نبود مشکلی نیست. مهمترین بخش این غذا این سبزیه که گیش نیست، جعفری، نعنا و ترس، تقریبا مثل قرمه سبزی ولی اسفناج نداره، و سیر پیاز، چیزی که همیشه دم دست هست و میتونین استفاده کنین، و مرغ. یه کار دیگه هم شمالی های عزیز ما انجام میدن، البته نه همشون، بعضی از اونا توی این غذا یه دونه یا دو تا تخم مرغ رو هم میزنن و قاطی خورش روی گاز میکنن. خب خیلی جا افتاده میشه و خیلی کمک میکنه به جا افتادنشو، خب پروتئین غذا هم بیشتر میکنه، ولی اونم نیازی نیست. اونم یکی از چیزایی که اگه دوست داشتین میتونین بهش اضافه بکنین. اگه دیدین آب خورشتتون اضافه بود و میخواین زودتر صفر بشه، زود دو تا تخم مرغ بزنین و قاطی خورش بکنین، سریعتر جمع میشه و جا افتاده تر میشه. به هر صورت اینا اون کلکای آشپزیه، نمیشه گفت فوت آشپزی، کلک آشپزی. ولی خلاصه این غذا آماده است و میتونید، حالا من با تروب و زیتون گذاشتم، با هر چیز دیگه ای میل بکنید. روز خوبی داشته باشید عزیزای من، امیدوارم این غذا رو دوست داشته باشید.